آقای رنجبر جان، خیلی ها از همون خواستن که پاستای خوشمزه رستورانی آموزش بدیم. چشم، الان یه پاستا درست میکنیم خیلی ساده که بخورید و لذتشو ببرید. مواد مورد نیاز: فلفل، جوز هندی، خامه، یه ذره کره، یه دونه سینه مرغ، یه حبه سیر، قارچ، پاستا و استاد آشپزی آقای رنجبر. آب جوش که یه ذره بهش میتونیم نمک بزنیم، اگر دوست داشتید میتونید بهش یه کوچولو هم زردچوبه بزنید. اینم روغنه، دو قاشق. قارچ رو هنوز دلخواه خورد میکنیم و بعد تفتش میکنیم. آقا ملدی آتیش بهش بده. ماشاءالله. حالا سینه مرغ رو ورقه‌ای خورد میکنیم و دقت کنید در راستای بافت به این حالت نزنید، این بافتاشه، در راستای بافت خورد کنید. بسا قارچ آماده است. خب یه مقدار فلفل سیاه میزنیم به سینه مرغ که خوردش کردیم و بعد به قارچ ها اضافه میکنیم. میتونید قارچ ها هم جدا کنید. حتی مرغ رو میذاریم با قارچ 3 دقیقه بپزه. کامل که من پخته نباید بود. نه، 3 دقیقه کامل پخته میشه. سیر رو له میکنیم. حالا سیر رو اضافه میکنیم. کره، خامه، جوز هندی، یه مقدار نمک یا عصاره مرغ هم میتونه باشه. بعضی ها دوست دارن یه کوچولو بهش خردل بزنن، ما تو مواد نگفتیم ولی بعضی رستوران میزنن. حدود 2 دقیقه هم زمان میبره تا خامه تمام مزه مواد رو خودش بگیره. آقا از کجا بفهمیم که این پاستا کی پخته؟ از اینجا. آه، این رگ سفیده باید باشه. آره، به این میگن حالت آلدنته. وقت آبکش کردن پاستا است. آب بزن روش. لطف کنیم آب سر درسته؟ پاستا رو به این مواد باید اضافه کنیم، درست استاد؟ بله. خب حالا چقدر باید بپزه؟ اینقدر که این خامه یه لایه روی این پاسته ها بماسه. دادی نه، اگه یه خورده کم آب شد چی؟ کم آب که باید بشه غلیظ بشه، اما اگر میخواید قول بیشتری بخوره طعمش بیشتر رها بشه، میتونید بهش یه مقدار شیر یه مقدار آب اضافه کنید. اینم غلظتش. یه مقدار جعفری ساتوری اگر دلتون هم خواست، یه مقدار پنیر پارمسان. تموم شده رفت. تمام. آقا بفهمید. بفهمید. تو رو خدا. خواهش بفهمید. من خورده بودم و نگین هنو نخورده. فوق العاده است. خیلی خوشمزه است.